یه قصه براتون بگم. ما گفتیم اگر کسی نماز خوشمزه در عمرش خونده برای ما بنویسه، بچه ها که شیرین ترین نمازی که خوندید برای ما بنویسه. چند گونی نامه آمد، نامه رو ریختیم دیدیم اوه یه ماشین نامه شد. عده رو دعوت کردیم از آموزش پرورش، گفتیم نامه رو بخونید. تو نامه ها یه نامه های قشنگی بود. یه نامه براتون بخونم از یه دختر 11 ساله، خیلی قشنگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاد اقامه نماز، گفته بودید شیرین ترین نماز را بنویسم، می نویسم. شیرین ترین نماز من این بود که دختر 11 ساله با پدر و مادر مسافرت می کرده. در اتوبوس نشسته بودیم، من به آسمان نگاه می کردم، ناگهان دیدم خورشید داره غروب می کنه و من نماز ظهر نخوندم. فوری گفتم بابا نماز نخوندم. بابام گفت اینجا بیابونه، تو اتوبوس باد خونده باشی، حالا که نخوندی بعد بخون، غذایی بخون، بعدن بخون. گفتم نه، بریم به راننده بگیم نگه دار. بابام گفت راننده به خاطر دختر 11 ساله ماشین رو نگه نمیداره. گفتم شما بهش بگو. گفت نگه نمیداره. گفتم پول بدیم به راننده، این پول رو بگیر ترمز کن من نماز بخونم. گفت راننده با پول نگه نمیداره. من اصرار کردم، بابای سر من دعوا کرد که چشمت کور باید نماز بخونی، حالی که نخوندی قضا بکن. من به بابام گفتم بابا جون امروز شما چیزی نگو، من میخوام تصمیم بگیرم، اجازه بدیم امروز من تصمیم بگیرم. بابام گفت تو تصمیم بگیر، چه میخوای بکنی؟ میگفت ساک بابامو زیپشو کشیدم، تو ساک بابام یه شیشه آب بود، شیشه آب آوردم بیرون. اتوبوس های که صندلی داره، یعنی صندلی هایی که تو اتوبوسه، زیر صندلی ها یه سطل بود، سطل هم آوردم بیرون، سطل رو گذاشتم وسط اتوبوس، دستای کوچیکو بالا کردم، با این شیشه تو همین سطل خیلی آروم وضو گرفتم. قرآن یه آیه داره میگه هر که برای خدا پاشه یه کاری بکنه عزیز میشه، مهرش خدا تو دل ها میشونه. شاگرد شوفر گفت چته؟ گفتم آقا من میخوام وضو گیرم تو این سطل، آبم تو اتوبوس نمیشه که، نشسته رو صندلی نشسته نماز بخونم. میگه میشه نشسته نماز بخونم؟ بله. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، تا قول هو الله احد، بعد بره رکوع هم که میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این رکوع سجده چیم یه خود بیشتر سبحان رب الاعلا و بحمده، همینطور نماز بخونم. شاگرد شوفر خوشش آمد، یه دختر 11 ساله که تصمیم گرفته رو صندلی نماز بخونه. به راننده گفت آقای راننده ببینید دختره وضو میگیره. راننده هم تو که رانندگی میکرد از تو آینه دختره رو میدید، گاهی هم جاده رو میدید، گاهی هم آینه رو میدید، جاده رو میدید، آینه رو میدید، از تو آینه دختره. گفت دختر عزیزم میخوای نماز بخونی، من به خاطر تو وامیستم. دختر وایسید، ببخشید ماشین وایسید، دختری که وضو گرفته پیاده شد. دختر 11 ساله رو به قبله گفت الله اکبر. همه مسافرا نگاه کردن گفتن آفرین، چه همتی، آفرین چه غیرتی، آفرین چه اراده ای. گفت منم نخوندم. او گفت منم نخوندم. گفت خب روز قیامت خدا خود گفت این دختر 11 ساله ارزه داشت، شما آدمای 80 کیلوی 100 کیلوی ارزه نداشتید. می گفت یکی یکی زنها هم پیاده شدن، اونایی که نماز نخونده بودن مردان پیاده شدن. یه مرتبه نمازم که تموم شد پشت سرم نگاه دیدم دیدم 17 نفر دارن نماز میخونن. فهمیدم امام فقط امام خمینی نیست، یه دختر 11 ساله امامه، یعنی میتونه کاری بکنه که باقیا تحت تاثیر قرار بگیرن. امام یعنی الگو، یعنی دیگران از تو یاد گیرن.